به نام خدا و سلام، به استدیو هوم فیکس اسکیل خوش اومدین. تو این قسمت میخوایم به نکاتی در رابطه با خرید نردبون صحبت بکنیم و ببینیم که چه نکاتی رو باید هنگام خرید و تهیه نردبون در نظر بگیریم. شما اگر میخواین کاراتون رو خودتون توی منزل انجام بدید، مثل نصب لوستر، نصب لامپ، تعویض لامپ و یا نصب چوب پرده و یا کارهای از این قبیل که نیاز به نردبون داره، باید بدونید که چه نردبونی رو تهیه بکنید و به چه نکاتی توجه بکنید. همچنین تو این قسمت در ادامه میخوایم یک سری نکات بپردازیم در رابطه با اینکه چجوری از نردبون به نحوه صحیح و ایمن استفاده بکنیم. با ما همراه باشید. خب اول از همه میریم سراغ انواع نردبون. نردبون انواع مختلفی داره با توجه به کاربرد اون. برخی از نردبون ها برای کاربرد صنعتی هستن و تعداد پله های خیلی زیادی دارن. حالا انواع مختلفی هم اونا دارن، مثلا نردبون های مخابراتی و یا برخی از نردبون های تلسکوپی. نردبون هایی هستن که توی خونه استفاده نمیشن و ارتفاع خیلی بلندی دارن و شما حتما باید با کفش روی اونها برید و در واقع پهنای پله اونها هم خیلی کم هستش و خطر اونها هم، خطر استفاده از اونها هم خیلی زیاد هست. ولی نردبون های خونگی معمولا پهنای پله بزرگتری دارن و قیمت کمتری هم دارن و ارتفاع اونها هم کمتر هستش. معمولا نردبون های خونگی از 2 پله شروع میشه تا 7 پله. خب میدونید که تو این قسمت هم قراره در رابطه با نردبون های خونگی صحبت بکنیم. در رابطه با جنس این نردبون ها هم باید بدونید که نردبون های خونگی و به طور کلی اکثر نردبون ها جنس آهنی دارن یا جنس آلومینیومی. البته نردبون های چوبی هم وجود داره که معمولا کاربرد صنعتی دارن و خیلی دیگه تقریبا میشه گفت کمتر از اونها استفاده میشه. توی نردبون های آهنی وزن بیشتری رو ما داریم و از اون طرف قیمت کمتری رو داریم و توی نردبون های آلومینیوم وزن کمتر داریم با قیمت بیشتر. تقریبا میشه گفت نردبون های آلومینیومی نصف وزن نردبون های آهنی هستن و از اون طرف قیمتشون 2 یا 3 برابر اون هستش و در واقع نردبون های آلومینیومی قیمت خیلی بیشتری رو دارن. و البته خب براتون راحت تره که نردبون آلومینیومی تهیه بکنید، برای اینکه حمل و نقل اون خیلی آسونه. ولی خب از اون طرف توی منزل خیلی شاید نیاز به نردبون پیدا نکنید. شاید در طول یک سال شاید 3 الی 4 بار توی منزل نیاز داشته باشید که از نردبون استفاده بکنید و میتونید نردبون آهنی رو هم تهیه بکنید. توی بازار اون چیزی که الان وجود داره، نردبون های آهنی پهنای پله بیشتری دارن. پس توی نکته بعد باید در رابطه با پهنای پله صحبت بکنیم. پهنای پله نردبون های خونگی معمولا بیشتره و استفاده از اون راحت‌تره و قطعا ایمنی بیشتری رو هم داره توی این حالت و شما نیازی نیستش که لزوما کفش پاتون باشه که میخواید از این نردبون بالا برید. بعضی از نردبون های آهنی پهنای پله ای به اندازه کاملا به اندازه 1 پا دارن و 1 پا کاملا به طور کامل روی اون قرار میگیره و تعادل خوبی داره. و نردبون های آلومینیومی معمولا پهنای کمتری دارن و شما اگر میخواهید که تعادل بهتری داشته باشید و خیلی ایمنتر استفاده بکنید، باید نردبون های آهنی رو انتخاب بکنید. ولی خب از اون طرف وزن اونها خیلی بالا هستش. نکته دیگه در رابطه با نردبون های خونگی تعداد پله های اون هستش. معمولا توی آپارتمان ها ارتفاع پله، ارتفاع سقف به این صورت هستش که 2.80 متر هستش. به صورت استاندارد 2.80 متر هست. و حالا برای قدتون اگر که 1.70 متر به بالا هسته، شما میتونید از نردبون های 4 پله استفاده کنید، حالا چه آلومینیومی باشه چه آهنی باشه. ولی اگر قدتون زیر 1.70 متر، باید از نردبون های 5 پله استفاده کنید و این در صورتی هستش که خونتون یک ارتفاع استاندارد رو داره. اگر برای خونه هایی که ویلایی هست و یا خونه های قدیمی که سقف خیلی بلندی داره، نردبون 4 پله برای قد 1.70 متر هم ممکنه کم بیاد و شما حتما باید نردبون های 6 پله 7 پله استفاده بکنید. پس اگر قدتون زیر 1.70 متر هست، از نردبون 5 پله استفاده کنید. اگر قدتون بالای 1.70 متر هست، از نردبون 4 پله هم میتونید استفاده کنید، چون هم قیمتش پایین تره هم سبک تره اگر 4 پله تهیه بکنید. توی برخی از نردبون های آلومینیومی هم پله آخرش پهنای بیشتری داره و شما اگر روی پله آخرش برید تعادل بهتری رو خواهید داشت. ولی خب توی نردبون های آهنی تمامی پله هاش پهنای مناسبی رو داره و شما توی تمامی پله ها اون تعادل خوب رو خواهید داشت. برای مصارف خانگی هم یک سری نردبون های تلسکوپی وجود داره و شما میتونید نردبون تلسکوپی برای خونه تهیه بکنید. قیمت اون خیلی خیلی بالا هستش، ولی نکته که تو اینجا وجود داره این هستش که نردبون های تلسکوپی
برخیاشون حتما باید به یک تک به یک دیواری تکه بدن و خب شما شاید نتونید توی منزل، یعنی شاید بخواید در وسط منزل یک نردبونی رو قرار بدید و مثلا لامپ رو عوض بکنید یا لوستر رو عوض بکنید. خب با این نردبون نمیشین کار رو انجام داد. برخی از نردبون‌های تلسکوپی هم به صورت تاشو هستن و به این صورت قرار میگیرن و شما از دو طرفش میتونید بالا برید و اون کاری که میخواید رو در ارتفاع انجام بدید. ولی نکته‌ای که تو اینجا وجود داره این هستش که پهنای پایه نردبون‌های تلسکوپی خیلی کم هستش و شما نمیتونید با پا به راحتی از اون بالا برید. حتما باید کفش باتون باشه و تعادل خوبی رو هم تو این حالت نخواهید داشت. و پیشنهاد من به شما برای تهیه نردبون در منزل همون نردبون‌های آهنی و نردبون‌های آلومینیومی هستش که پهنای پایه مناسبی رو داره و از اون طرف هم به صورت تاشو هستش و به این صورت باز میشه و شما از یک طرف میتونید برید و در ارتفاع قرار بگیرید. خب بریم سراغ نحوه استفاده کردن از نردبون. برای اولین نکته باید بهتون بگم که حتما میخواد از نردبون استفاده کنید و از نردبون بالا برید، حتما طوری تنظیم بکنید که در خونه تنها نباشید و حتما یک نفر دیگه هم در منزل حضور داشته باشه. نکته بعدی اینه که شما قبل از اینکه بخواید اصلا از اون نردبون استفاده کنید، بست‌ها و اون قسمت‌های متحرک نردبون رو چک بکنید، ببینید کاملا اون بست‌ها سالم باشه، حالا یا با پیچ و مهره بست شده یا با تناب هست یا با سیم بوکسل هست یا با پرچ این قطعات با هم دیگه وصل شده. قسمت‌های مختلف متحرکش رو چک بکنید که کاملا سالم باشه و اصلا هیچ جدا شدگی در هیچ قسمتش وجود نداشته باشه. خب بعد از اینکه چک کرد نردبون کاملا سالم هست، نردبون رو روی زمین قرار بدید. وقتی 4 تا پایه نردبون روی زمین قرار گرفت، نردبون رو تکون بدید و ببینید که نردبون لغ میزنه یا نه. قشنگ روی تک تک پایه ها یک وزن زیادی رو بیارید و ببینید که نردبون کاملا محکم باشه روی زمین. بعد که تمام این موارد رو چک کردید میتونید از نردبون بالا برید. یکی دو تا پلک از نردبون بالا رفتید، باز چک بکنید و خودتون ببینید تعادل لازم رو دارید و اگر احساس کردید که عدم تعادل دارید و دارید میافتید، سریع از نردبون بیاید پایین. ولی اگر احساس کردید که اون تعادل مناسب رو دارید، میتونید به پایه‌های بالاتر نردبون هم برید و اون کارتون رو انجام بدید. نکته بعدی این هستش که نردبونتون رو در جای مناسب قرار بدید، طوری که شما وقتی که میخواید در یک جایی کاری رو انجام بدید، کاملا اون کاری که میخواید انجام بدید در یک فضای کاملا در دسترس شما قرار بگیره و یک فضای در این حدود رو شما میتونید در نظر بگیرید برای اینکه کارتون رو انجام بدید. هیچ وقت به سمت جلو خم نشید، هیچ وقت به سمت عقب خم نشید و حتما نردبونتون رو در جای مناسب قرار بدید و اگر نیاز بود تنبلی نکنید که جای نردبون رو عوض بکنید، دوباره برید بالا و اون کار رو انجام بدید. حتما بیاید پایین، نردبون رو دوباره جاش رو مثلا یه 10 سانتی اینورتر ببرید، دوباره برید بالا و اون کار رو انجام بدید. این نکته هم خیلی مهمه چون اصلا بحث شوخی برداری نیستش. حالا شما ممکنه کلا 10 ثانیه طول بکشه بیاد پایین، جا رو عوض بکنید، دوباره برید بالا، ولی اصلا تنبلی کردن تو اینجا کار درستی نیستش. از اون برم اتفاقایی که توی نردبون‌های خانگی میفته معمولا خیلی اتفاقای ناگواری نیستش، ولی توی نردبون‌های صنعتی اتفاقای خیلی بدی میفته و بعد از افتادن از نردبون‌های صنعتی اون فرد جونش رو از دست میده. ولی خیلی بعیده که از نردبون خونگی شما بیفتید و خدای نکرده جونتون رو از دست بدید. ولی خب باز رعایت نکات ایمنی خیلی مهم هستش. ولی خب همون اتفاقی که میتونه برای نردبون خونگی هم بیفته میتونه ناراحت کننده باشه و برای شما اذیت کننده باشه. برای همین هم هستش که میگم شما حتما یک نفر رو در خونه داشته باشید و تنها این کار انجام ندید که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد یک نفر کمکتون باشه و بتونه به شما رسیدگی بکنه. نکته دیگه ای هم که در رابطه با نردبون و ایمنی نردبون وجود داره این هستش که شما وقتی که یک نردبون رو در جای قرار میدید حواستون باشه که اجسام خطرناک مثل قیچی، چاقو یا حتی وسایل خطرناک مثل یک میز خیلی محکم شیشه‌ای اطراف نردبون نباشه. اون وسایل رو از نردبون فاصله بدید، بعد نردبون رو اونجا بذارید و کارتون رو انجام بدید و بعد دوباره اون وسایل رو سر جاش قرار بدید. این ویدیو رو هم مشاهده کنید. این دوستمون داره لوستر رو نصب میکنه ولی یکی از پایه‌های نردبون به طور کامل روی هوا هستش و این اتفاق رو فکر نکنم شما اصلا در منزل براتون پیش بیاد و بخواید این کارو انجام بدید. و میبینید که فرد کمکی نقش یکی از پایه‌های نردبون رو داره ایفا میکنه. و خب ما گفتیم که یک نفر وایسه کمکتون بکنه، ولی نه اینکه بیاد نقش پایه نردبون رو برای شما بازی بکنه. پس شما حتما حواستون باشه که تمام پایه‌های نردبون روی زمین قرار گرفته باشه و هیچ لقی نداشته باشه.
در نهایت هم دوباره تاکید میکنم که شما میخواید کاری رو انجام بدید روی نردبون، هیچ وقت وزنتون رو به طرفین، به جلو، عقب، چپ، راست نندازید و کاملا باید اون وزنتون تقسیم شده باشه بین دوتا پاتون. خب به پایان این برنامه رسیدیم. اگر نکته جامون از نردبون و یا تجربه‌ای دارید که میتونید با ما به اشتراک بذارید، حتما توی کامنت ها این مورد رو مطرح بکنید. یوتیوبی ها هم که دیگه باید تا الان سابسکرایب و علامت زنگوله رو زده باشن. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.